با سلام و درود بر همه دکتر صاحبان گرامی، وقت شما بخیر. امید که همه شما خوب و خوش باشید. به ادامه موضوع ویتامین ها و بحث ما و شما میایم ویتامین های منحل در شب بحث کنیم. ویتامین های منحل در شب داره که اول بحث کردیم، شامل ویتامین او، دی و ای و کا. اینا چهار ویتامین های هستن که منحل در شب هستن. طوری که اول بیان کردم اینا نسبت به خود ویتامین های منحل در آب، اینا بیشتر ذخیره میشن و کمتر دفع میگردن. و در مقابل گرما گفته اینا نسبت به آنهایی که محلول در آب یا منحل در آب هستن مقاوم تر هستن و در اثر پخت و پز کمتر آسیب میبینن. آنهایی که گروپ ویتامین بی و سی که منحل در آب هستن، به خصوص اگر ما بخواییم از طریق منابع غذایی تامین کنیم، نسبت به ویتامین های منحل در شم با آسونی از همو خاصیت از نوع دست میره و آسیب میبینن. اما ویتامین هایی که منحل در شم هستن، اینا نسبت به آنها مقاومتر هستن. معمولا جذب از اینا از طریق امعا هست، از طریق امعا و معمولا همراه با خود چربی ها. از زمانی که چربی ها یا همون لیپید ها جذب میشن، اینا نیز جذب میشن. دیگه اونطور که گفتیم، اینا از طریق ادرار دفع نمیشن و به نحوه چشمگیری گفته که اینا ذخیره میشن. پس استعمال زیاد از اینا باعث هایپر ویتامینوز میشه، هم استعمال زیاد آسیب میزنه و باعث مریضی میشه، و هم استعمال یا و همی که ما استعمال نکنیم در رژیم غذایی ما نباشه، بازم آسیب میزنه و باعث امراض میشه. پس متوجه باشین در قسمت مصرف ویتامین ها. حالا می انتفاعات های ویتامین های منحل در شم و منحل در آب خود شما بحث میکنین. همونطور که گفتین، روند جذب ویتامین های منحل در شم گفته مشابه جذب چربی ها هسته. دیگه همون عواملی که در روند چربی ها یا لیپید ها یا شحمیات نقش دارن به ویتامین ها هم تقریبا صدق میکنه. همونطور که گفتیم، ویتامین ها از طریق ادرار دفع نمیشن، ویتامین های منحل در شام از طریق ادرار دفع نمیشن. دیگه برخلاف ویتامین های منحل در آب گفته اینا در بدن ذخیره، منحل در آب در بدن ذخیره نمیشن، اما منحل در شام ذخیره میشن، به خصوص در کبد که بیشتر عضوی که بیشتر باعث ذخیره از نمیشه کبد هسته. بازم گفته که اول بیان کردم، استعمال زیاد از اینا میتونه باعث ایجاد مسمومیت یا سمیت ایجاد کنه. پس ما باید متوجه باشیم استعمال زیاد از اینا میتونه باعث مسمومیت ها، باعث مریضی ها بشه. بیاین سر ویتامین آ یا ویتامین ام. یعنی ویتامین آ دقت کنیم، این هست همون ساختمان بیتا کاروتین. بیتا کاروتین این یک پیچ ساز ویتامین ا هست. دقت کنیم همین بیتا کاروتین چه قسم تبدیل میشه به رتینول و شکل فعال ویتامین ا. اول متن بخونه خود شما ببینیم، گفته ترکیباتی پیش ساز موسوم به بیتا کاروتین باعث میشه که ویتامین ا بسازه و همین دلیل یک کاروتینوید ای میدونن. دیگه خود همین بیتا کاروتین که فرمول از شما میبینین به وسیله انزایم به نام اکسیجناز و ریدکتاز در نهایت به رتینول تبدیل میشه. چه قسم؟ اول میای بیتا کاروتین تبدیل میشه به خود ریتین الدیهایت. ببینین رابطی دوگانه که داره، به اینجگاه ای از همین قسمت اینا جدا میکنه، وقتی که جدا شد تبدیل میشه به چی؟ ریتان الدیهایت. بعد از او به خود ریتان الدیهایت یک اکسیژن به زون هست میشه، به ریتونیک اسید تبدیل میشه. دقت کنیم اینجاگاه چی بود؟ CHO داشتیم نی؟ به اینجاگاه C و بل O داریم، یعنی اکسیژن به زی نصب شده. انزایم هایی که داخلن و در نهایت ریتونیک اسید به ریتونو تبدیل میکنن، NADPH میای تبدیل میشه به NADP و در نهایت ریتونیک اسید به ریتونول تبدیل میشه.
و رتنول گفتیم همون شکل فعال ویتامین ا هسته. انساجی که نیاز دارن، انساجی که به همین مواد نیاز دارن، بیشتر چشم از این استفاده میکنه. پس پیشساز، پیش ماده پیشساز یا همو یا میتونه بگم اشکال فعال از اونا، یکی از اونا رتنول هسته. دیگه رتونیک اسید هست، اینا هم از این هم همچنین استفاده در بدن ما به شما میشه. رتونیک اسید به رتنول تبدیل میشه که رتنول در بدن ما به شما بیشتر استفاده میشه. دیگه مقدار مورد نیاز بدن ما به شما تقریبا هسته 1 میلی گرم ما به شما در بدن نیاز داریم و استعمال زیاد و خودسرانه این ویتامین باعث ایجاد مسمومیت ها در اشخاص میشه. خواص فیزیولوژیک ویتامین آ چی هسته؟ همونطوری که قبلا بیان کردیم، این میای به ترشحات مقادی تاثیر میکنه روی اشک چشم، مایع نخایی و همچنین زمانی که این ویتامین کم بشه باعث عوارض مختلفی به خصوص در جلد ایجاد میشه، انساج پوششی ایجاد میشه، از جمله گفته میتونه طبقه اپیتیلیوم نازک کنه، باعث خشکی شدن یا سخت بودن از او بشه. دیگه همچنین باعث شکنندگی موها بشه، باعث ایجاد شبکوری بشه و باعث خشکی چشما بشه. و همچنین ثابت شده که میتونه یک از دلایل عقیم بودن خود ویتامین آ باشه، کمبود ویتامین آ در مسائل تولید مثل در مسائل جنسی نیز اینا مؤثر هسته. و میتونیم از جمله نقشایی که دارم خود در نقشایی که ویتامین آ داره میتونیم بگیم که این میتونه باعث پایداری قشای حجروی به خصوص مو در حجرات داخل بدن بشه، سنتز گلایکوپروتین ها نقش داره، همچنین به قسمت رشد و حفاظت انساج خود ویتامین آ نیز نقش داره. منابعی که ویتامین آ به دست میایه زردک و که روغن کبد و دیگه ماهی و روغن و کبد و ماهی و جگر و شیر، زلی تخم مرغ، اینا همه منابع هستن که ویتامین آ بتونیم ما از اونا حاصل کنیم. میریم سر ویتامین دی میاییم. ویتامین دی توسط در سال 1922 بود توسط مک‌کالون کلم ای اولین بار از خود کبد ماهی استخراج شد. در ابتدا این یک ماده ضد راشیتزم می دونستن، بعدها ببینین دونم دگم ترکیباتی یاف شد یا کش شد که بعضا میگم از جمله انواع ویتامین دی و بتونه بگیم اینا ترکیباتی هستن که نزدیک به خود ویتامین دی هستن. یکی از اشکال از اونا ویتامین دی دو هست، یکی دیگه هست ویتامین دی سی. ویتامین دی منشأ از گیاهانه، به اثر تابش اشعه آفتاب که هست، اشعه ماورای بنفش، چیکار میشه وقتی که نور خورشید میتابه به وسیله اشعه ماورای بنفش باعث میشه از خود ارگسترول تولید بشه. ببینین اشعه ماورای بنفش وقتی تابید ارگسترول تبدیل میشه به چی؟ به ویتامین دی دو. نام ویتامین دی دو هست به نام ارگو کلسترول. چرا ارگو کلسترول؟ علت رو میفهمید دیگه، چون از ارگسترول تولید میشه، اینا به وسیله اشعه ماورای بنفش جمع ارگسترول باعث میشه ویتامین دی دو یا همو ارگو کلسترول مسمی بشه یا یاد بشه. ویتامین دی سه که هسته، این منشأ از حیوانیه، منشأ از حیوانیه، دقیقا از کلسترول مشتق میشه. چون از کلسترول مشتق میشه به همین دلیل به نام کولی کلسترول میگیم ما. کولی همون کلسترول منظور بده، کلسترول هم که هسته نام ویتامین دی. ویتامین دی دو ارگو کلسترول، ویتامین دی سی کولی کلسترول. نقش اساسی ویتامین دی اول میره چکا میکنه؟ کلسیم که هسته اول از طریق امعا جذب میشه، وقتی که از طریق امعا جذب شد بعد از اون در استخوان ها تثبیت میشه، در استخوان ها که هست ذخیره میشه و یا از طریق خون هم گفته وارد کبد میشه. منابعی هم شما نام برده شیر و مسکه و زردی تخم مرغ و روغن کبد ماهی و نیاز روزانه بدن به شما 0.1 میلی گرم نیاز روزانه بدن به شما هست. بعضی ویتامین ما نیاز داریم. ببینیم این هست ارگسترول، اما زمانی که اشعه آفتاب میتابه تبدیلش به چی؟
اگر چی باشه منبع ما. ما گفتیم که نباتی یعنی ویتامین دی دو که هست منشأ نباتیه به نام ارگو کلسفرول یاد میشه و زمانی که بعد در بدن به شما ببینیم در اجسام حیه از یک ماده پیشساز به نام 7 دیهایدرو کلسفرول به وسیله جلد و همون شعای آفتاب که میتابه تبدیل میشه به ویتامین دی سی یا کلسفرول. این شکل ساختمانی یا همون فرمول خود ویتامین دی دو و ویتامین دی سی. ببینیم این مراحل فعالسازی و مراحل ذخیره ویتامین دی هست. کلسترول بدن ما شما داره درسته؟ بعد در جلد ما شما همین از کلسترول به نام 7 دیهایدرو کلسفرول کلسترول تبدیل میشه. 7 دیهایدرو کلسترول به وسیله جلد و همچنین خود چی؟ بس آفتاب. بس آفتاب ماورای بنفش گفتیم ما چگاه میشه؟ تبدیل میشه ویتامین دی سی. حالا ویتامین دی سی حالا که تشکیل شد ببینیم میتونه از غذاها هم رژیم غذایی یا دایت هم حاصل بشه. ویتامین دی بدن ما به وسیله نور آفتاب ساخت و یا از طریق رژیم غذایی عکس شد. بعد که ویتامین دی سی به وسیله خود گلوبولین های خون که است وارد دوران خون که میشه بعد میره کبد. وقتی که به کبد رسید به وسیله یک انزایم به نام 25 هایدروکسیلاز در کبد به وسیله انزایم 25 هایدروکسیلاز تبدیل میشه به چی؟ به 25 هایدروکسی کولی کلسفرول. 25 هایدروکسی کولی کلسفرول شکلیه که در کبد یعنی شکل فعال ویتامین دی به نام 25 هایدروکسی کولی کلسفرول در خود کبد هست که شکل ذخیروی هست. اگر نیاز باشه که بیایی به کلیه ها زمانی که همین شکل 25 هایدروکسی کولی کلسفرول به حاصل شد به وسیله کدام انزایم؟ انزایم 25 هایدروکسیلاز یعنی کاربن شماره 25 رو که هسته هایدروکسیله میشه. حالا 25 هایدروکسی کولی کلسفرول تشکیل شد بعد میایه به کبد. زمانی که به کلیه ها آمد به وسیله انزایم الفا 1 هایدروکسیلاز هایدروکسیله میشه. ببینیم الفا 1 هایدروکسیلاز تجزیه میشه به 1-25 دی هایدرو هایدروکسی کولی کلسفرول شکل فعال ویتامین دی سی در خود کلیه ها به نام 1-25 دای هایدروکسی کولی کلسفرول هست. یعنی هم کاربن 25 هم کاربن 21 چگاه میشه؟ این هایدروکسیله میشه و این شکلیه که فعالترین شکل ویتامین دی هست که در بدن شما موجود هست. ببینیم تکرار میکنم. حالا در بدن رو شما گفتیم که در اجسام حیه اجسامی که حیوانات اینا که هستی و انسانها یا انسانها اصل ماده پیشساز چیه؟ اصل ماده پیشساز هسته همون کلسترول بود تبدیل بشه به 7 دیهایدرو کلسترول که در جلد ما شما موجوده زمانی که نور آفتاب میتابه تبدیل بشه ویتامین دی سی. ویتامین دی سی میتونیم از طریق رژیم غذایی ما حاصل کنیم زمانی که این گریفتن داخل خون میشه بعد میره کبد. به کبد که رسید کاربن 25 از او هایدروکسیله میشه توسط چی؟ انزایم 25 هایدروکسیلاز. زمانی که این به وسیله این انزایم تجزیه شد تبدیل میشه به 25 هایدروکسی کولی کلسفرول که شکل فعال ویتامین دی هست. خب بعد از او اگر خواسته باشه به کلیه ها بیه به کلیه ها که میره بعد تبدیل میشه به وسیله انزایم 1 الفا هایدروکسیلاز تبدیل میشه به 1-25 هایدروکسی کولی کلسفرول. حالا ببینیم زمانی که این ماده 1-25 دای هایدروکولی کلسفرول حاصل شد گفتم شکل فعال از اینه. در حقیقت همینه که باعث میشه این ماده باعث تثبیت یا همون جذب خود کلسیوم بشه. چه قسمی؟ همین ماده که حاصل شد همین 1-25 دای هایدروکسی کولی کلسفرول که تشکیل شد این یه توسط وقت داخل خون میشه
توسط میکروویلی هایی که در امعا هستن بعد از دی ان ا نسخه برداری میکنه. زمانی که از دی ان ا توسط میکروویلی هایی که در امعا هستن نسخه برداری کرد، باعث تحریک یا ساخت ام آر این ای خاصی میشه، یک ام آر این ای خاصی میشه و این ام آر این ای خاص باعث میشه که به کلسیوم که هسته یا کلسیوم نصب بشه یا متصل بشه و بعد از او جذب کلسیوم از حفره‌های داخلی امعا سبب بشه. پس ویتامین دی سی باعث جذب کلسیوم شد. چه قسمی اشکال خود تغییر داد؟ اول رفت به کبد، شکل 25 هایدروکسی کلیکلسیفرول گرفت، بعد تبدیل شد به شکل 1.25 هایدروکسی کلیکلسیفرول و بعد از او این رفت به قسمت میکروویلی های امعا تأثیر کرد و نسخه برداری از دین ا شد. باعث این کار از این باعث تحریک یک ساخت یک ام آر این ای خاصی میشه یا همون مسنجر ام آر این ای آر این ای میشه که باعث شد کلسیوم در نهایت جذب بشه. میایید سر ویتامین بعدی ما شما. ویتامین بعدی ما شما ویتامین ای هسته. خب همینطوری که میبینین در فرمول دارای حلقه توکوفرول هسته و مشتقات الفا، بیتا، گاما، دلتای توکوفرول در ازی موجود هسته. این همون ساختمان خود کیمیایی ازی. گفته این ویتامین باعث میشه که مقدار اکسیژن که هست کاهش بده و به حیث یک ماده انتی اکسیدانت عمل میکنه، نمیذاره که مواد غذایی اینا فاسد بشه. در روغن هایی که ما شما استفاده میکنیم یا در خیلی از لوازم آرایشی اگر دقت کرده باشیم ویتامین ای در آنها موجوده. ویتامین ای در آنها موجوده، باعث میشه که همون اکسیژن به همون کم بشه و باعث اکسیدشن جلوگیری کنه، یعنی انتی بیس انتی اکسیدانت عمل کنه و در بدن ما شما خیلی کم دیده میشه. مهمترین منابع غذایی از یم جوانه گندم، کاهو، روغن بادام، گوشت، جگر، مسکه، اینا منابع هم که موجود هستند. و آخرین ویتامین ما شما ویتامین کا هسته. ویتامین کا همه شما قبلان ها اینو خونده مشناسیم. این ویتامینه اصل نوم از امو کلمه در مارکیه کواغولشن یا امو لخته که میگین مشتق شده، یعنی لخته شدن مشتق شده. این باعث میشه که خون لخته بشه، از خون نزیه جلوگیری میکنه. امروزه سه نوع وجود داره، کایک و کادو و کاسی. شکل کاسی از او شکل مصنوعی، شکل ساخته شده از اینه. شکل کایک و کادو در طبیعت موجوده. ببینیم نقش ویتامین کا گفته در انعقاد خون و جلوگیری از خونریزی خیلی نقش داره و همچنین در سلامت استخوان ها نیز ویتامین کا نقش داره. ویتامین کا گفتیم به شکل طبیعی به دو نوعه، یک کایک و کادو. کایک از این گفته در سبزیجات و هر آن سبزیایی که رنگ سبز داشته باشه بتونیم ما به اینا مشاهده کنیم. دیگه ویتامین شکل بعدی از اون هسته ویتامین کادو هسته که در گوشت و پنیر اینا گفته بتونه یاد بشه. این هم هسته فرمول ساختمانی کایک و کادو و کاسه که شکل صنعتی یا سینتیک ازی که میسازن، شکل مصنوعی ازی هسته کایسه. خب موفق و معید باشیم، اوقات خوب و خوش داشته باشیم. فصل ویتامین های ما شما خلاص شد.